به نام خدا. سلام دوستان عزیز، به کانال راوی شب خوش اومدین. شبی دیگر از شبهای قصر سلطان شهرباز از راه رسیده و شهرزاد قصه گو که از امشب به عنوان ملکه دربار هند و چین از جانب سلطانش انتخاب شده، به روایت داستانهای شیرینش می پردازد و شب 92 قصه گوییش را این گونه آغاز می کند. و اما ای سلطان شهرباز با اقتدار و میان سلاطین 7 اقلیم صاحب اعتبار، داستان جیران دختر قیصر روم به آنجا رسید که عرض کردم ملک نعمان بعد از معرفی جیران به عنوان ملکه دربار دمشق و 7 شبانه روز جشن و سرور با کاروانی مجلل و سلطنتی به اتفاق ملکه و شاهزادگان خردسال از شهر دمشق به جانب قسطنطنیه حرکت کرد تا امپراتور روم بعد از 6 سال دوری تنها دختر عزیز کرده خود را در مقام ملکه سرزمین شامات و حلب ببیند. اگر خاطر همسر والا تبارم سلطان شهرباز باشد، در شبهای قبل اشاره کردم که شاهزاده هلنا به برزین گفت من ناگزیرم برای حل معما به شهر دمشق و دربار پدرتان بیایم. مطمئنم لشکرکشی امپراتور روم به یونان به خاطر تصاحب 3 قطعه جواهر دوران اسکندر نیست و او دنبال جواهر دیگری است و آن جواهر جیران دخترش می باشد که تصور می کند اسیر دربار یونان است. من برای اینکه به این قائل خاتمه دهم همراه شما به دمشق خواهم آمد. پس از آن صحبت مختصر با برزین، هلنا به نزد پدرش رفت و گفت پدر جان، همانطور که استحضار دارید قرار شد برزین ابتدا به دربار قسطنطنیه برود و 3 قطعه جواهر را تسلیم کند. لذا من هم می‌خواهم همراه سردار برزین، البته با اجازه شما، به دربار امپراتور روم بروم و به او بگویم که بر سر دخترش جیران چه آمده و اکنون دخترش در حرم سرای همان ملک نعمانی می باشد که پسرش را به عنوان فرمانده قشون به جنگ ما فرستاده. سلطان الکس سر و روی دخترش هلنا را غرق بوسه کرد و گفت دخترم، حقیقت مطلب این است که تو حتی از من هم درایت و کاردانیت بیشتر است. لذا به انجام هر کاری که تصمیم بگیری مختاری. ضمناً انتخاب تو را تحسین می کنم. می بینی که موهای پدرت سفید شده و می دانی که در پاره ای از موارد حواسم خیلی جمع است. هرچه گفتی درست، تمام دلایلت را می پذیرم. اما دلیل اصلی این سفر را نگفتی. و آن دلیل اصلی این است که دختر باهوش و دانا و زیبای من دیگر طاقت دور ماندن از سردار برزین ولیعهد دربار دمشق را ندارد. برو به سلامت، الهی که عاقبت هر دوی شما به خیر باشد. اما همیشه یادت باشد که اگر برزین ولیعهد است، تو هم یک شاهزاده خانومی. من از تو میخواهم قدر و منزلت خود را به عنوان دختر پادشاه کشور یونان همیشه و همواره حفظ کنی. غیر از این حرفی ندارم. برو به سلامت. صبح فردای آن روز سردار برزین به اتفاق شاهزاده هلنا با تشریفاتی خاص به جانب درباری دیگر روان شدند. رو به جانب اردوگاه سپاه مشترک روم و شام نهادند و هنگامی که به نزدیکی اردوگاه رسیدند متوجه شدند که سریر وزیر با تدبیر با دلشوره و نگرانی از غیبت چند روزه برزین آماده حمله به دروازه های شهر آتن است، زیرا سریر یقین کرده بود یونانی ها برزین ولیعهد را کشتند. چون سریر وزیر آن کاروان مجلل را از دور دید، به طور موقت دستور توقف داد. وقتی کاروان قدری جلوتر آمد، سریر فریاد کشید
خبر خوش، آن سوار با هیبت که پیشا پیش می آید، فرمانده کل قشون روم و شام شاهزاده برزین است. اما در کنارشان بانو نمی دانم کیست. سریر خود را به جلوی کاروان رسانید و خواست رکاب اسب برزین را از خوشحالی ببوسد که برزین پایین پرید و دست در آغوش او انداخت. سریر گریه کنان گفت: خدا را 100,000 مرتبه شکر، فکری غلط یک شبانه روز بود که مثل خوره مغز مرا می‌خورد. و آن این بود که یونانی‌ها شاهزاده ما را کشتند. برزین خنده کنان و آهسته جواب داد: ای سریر با تدبیر، فکرت غلط نیست که نه تمام یونانی‌ها، بلکه یک دختر یونانی برزین ولیعهد را کشته عشق خود کرده که اکنون دیگر از خود خبرم نیست. آنگاه سر از روی دوش سریر برداشت و با صدای بلند خطاب به همگان گفت: همراه شریف و عزیز من شاهزاده خانم هلنا، دختر دوست بزرگوارمان اعلی حضرت سلطان الکس دوم پادشاه یونان می باشند. خوشوقتم به اطلاع امرای لشکر تحت فرمان امپراتور روم و جان بر کفان سپاه پدر بزرگوارم برسانم که درایت و کاردانی شاهزاده هلنای مهربان و عنایت و بزرگواری اعلی حضرت الکس باعث شد تا بدون آنکه حتی یک قطره خون بر زمین ریخته شود و تیری از کمان رها شود، صلح بین کشور یونان و اقلیم پهناور روم شرقی برقرار شود. ضمناً شاهزاده مکرم هلنای محبوب نیز 3 قطعه جواهر مورد مطالبه امپراتور روم را همراه خود آوردند تا به اتفاق به قسطنطنیه ببریم. شایسته است سپاه مجهز ما به میمنت این صلح از برابر ولیعهد سرزمین یونان شاهزاده خانم هلنا رژه روند. بعد از رژه سپاه، ابتدا برزین تمام ماجرا را برای سریر وزیر تعریف کرد و سپس حدود 2 ساعتی آن 3 نفر بر سر یک موضوع به گفتگو پرداختند و آن موضوع چگونگی مراجعت به دربار قسطنطنیه بود. بعد از آن جلسه برزین اعلام کرد که سپاه صبح زود به جانب قسطنطنیه مراجعت خواهد کرد. سفر 20 روزه هلنا و برزین در مراجعت سپاه 100,000 نفری به قسطنطنیه از شیرین‌ترین سفرهای دوران زندگی آن دو بود. به خصوص شبهایی که رزماوران به بزم می‌نشستند و از عزم و اراده صحبت می‌کردند. دیدنی‌ترین صحنه‌ها آن زمانی بود که هلنا و برزین به شمشیر بازی با یکدیگر می‌پرداختند و دلاوری ها و چالاکی ایشان با شور و هلهله اطرافیان پایان می گرفت. خلاصان 20 روز گذشت و در همان زمان که طلایه‌داران سپاه 100,000 نفری به 2 منزلی دروازه جنوب غربی روم شرقی رسیده بودند، ملک نعمان و جیران و فرزندانشان نیز به 2 منزلی دروازه شرقی قسطنطنیه رسیدند. از یک طرف ملک نعمان پیکی را با هدایای ارزنده به دربار روم فرستاد که پیک هدایا را تقدیم داشت و عرض کرد: ملک نعمان سلطان سرزمین شامات بدون تشریفات و بیخبر با ملکه و 2 فرزند خرد سال خود برای دیدار از مقام امپراتور به 2 منزلی دروازه شهر رسیده اند. از طرفی پیک مخصوص برزین هم از راه رسید و عرض کرد: برزین ولیعهد فرمانده کل سپاه با 2 تن همراه خود تا ساعتی دیگر به آستان بوسی وارد دربار خواهند شد. امپراتور روم در بهت و حیرت عجیبی فرو رفت. از یک طرف برزین بدون آنکه به جنگ پرداخته باشد اجازه شرفیابی می‌خواست و از طرف دیگر ملک نعمان از دمشق آمده بود. امپراتور غرق در این افکار در حال قدم زدن بود که در غربی تالار بزرگ قصر قسطنطنیه گشوده شد و حاجب مخصوص با صدای بلند گفت:
سردار برزین ولیعهد کشور شامات به اتفاق سریر وزیر دربار دمشق با شاهزاده خانم هلنا دختر سلطان الکس با آوردن خبر صلح و آشتی اجازه حضور می‌خواهند. بلافاصله بانگ وزیر دربار هم در آستانه در شرقی تالار این گونه بلند شد: سلطان قدر قدرت ملک نعمان پادشاه سرزمین شامات با قدوم خود دربار قسطنطنیه را مزین فرموده اند. که امپراتور در جواب هر دو فقط یک جمله گفت: همه وارد شوند، بسیار خوش آمدند. و آنگاه بود که یکی از هیجان انگیزترین صحنه های تاریخ رخ داد، زیرا از آن در شرقی تالار جیران دیوانوار می دوید و اشک ریزان فریاد می کشید: پدر! و برزین همچون ملک جیران مشتاقانه از آستانه در غربی تالار به جانب ملک نعمان دوید و در آغوش پدرش فرو رفت. چون جیران دیدگان اشکالود و چهره برافروخته خود را از روی دوش پدر برداشت، نگاهی خیره به صورت شاهزاده هلنا انداخت. شاهزاده هلنا هم نگاهی به صورت جیران دوخت و در حالی که بانگ جیران و هلنا فضای تالار را پر کرده بود، آن دو نیز به آغوش هم پریدند و اشک از دیدگان فرو ریختند. در آن جمع هفت نفری که دو نفرشان را دو شاهزاده خردسال تشکیل می دادند، شخصی که بیشتر از همه بهت زده و خوشحال بود، امپراتور مقتدر فرزند گم کرده گرگین پاشا بود. وی بعد از آن که حالت عادی بر همه افراد حاکم شد گفت: دخترم، داستان خود را برایم بازگو، زیرا من تو را به عزم سفر به جزیره قبرس فرستادم و شنیدم به دست یونانی ها اسیر شده ای. پس چه شد که سر از دربار دوست عزیزمان ملک نعمان درآوردی؟ که جیران تمام داستان پرماجرای خود را برای پدرش تعریف کرد. گرگین پاشا بعد از شنیدن ماجرا از جای خود بلند شد و به طرف شاهزاده هلنا رفت و گفت: پس من زندگانی دوباره دخترم را از شما شاهزاده محترم دارم. این لشکرکشی عظیم فقط برای خلاصی دخترم از اسارت بود. اصلاً ای شاهزاده برزین عزیز، بگویید چگونه شد که کارتان به صلح کشید؟ و برزین هم از ابتدا تا انتهای ماجرا را تعریف کرد. در این موقع سریر وزیر که ساکت ایستاده ولی آگاه بر همه مسائل بود اجازه خواست و گفت: حال من اجازه می‌خواهم که ترتیب رسیدن دو نفر دیگر را به هم بدهم. شاهزاده برزین ولیعهد رشید سرزمین شامات با شاهزاده خانم هلنا ولیعهد دربار یونان باستان. بعد از اینکه سخنان سریر به پایان رسید، گرگین پاشای امپراتور گفت: جناب وزیر، اولا از برادر بزرگوار خود ملک نعمان اجازه می‌خواهم رضایت همه را با این وصلت فرخنده اعلام دارم. من و دخترم چون چشمان خودمان از شاهزاده خانم دلاور پذیرایی خواهیم کرد. شما ملک نعمان بزرگوار هم باید چند مدت دیگر دوری پسر رشید خود را تحمل کنید. و این دوری به خاطر این است که در بین ما جای یک نفر خالی است و آن سلطان الکس دوم متحد سوم ماست. به این ترتیب بود که شاهزاده برزین دوباره به جانب یونان برگشت و تقریبا دو ماهی طول کشید تا به اتفاق الکس دوم به قسطنطنیه آمد. بعد از اینکه دو روزی از پذیرایی مقدماتی و دید و بازدیدهای رسمی گذشت، صحبت عقد کنان شاهزاده هلنا و برزین ولیعهد پیش آمد. و چون گرگین پاشا صحبت خود را اینگونه پایان داد که آیا برادر والا تبارمان اعلی حضرت الکس دوم با این وصلت موافقت می‌فرمایند یا نه، الکس دوم پاسخ داد:
برای من و دخترم نهایت فخر و مباهات است که شاهزاده یونانی با شاهزاده شامی در پایتخت سرزمین روم شرقی پیوند زناشویی بینشان برقرار شود، که این پیوند نشانه صلح دائم میان سه ملت خواهد بود. آنگاه بود که هفت شبانه روز قسطنطنیه را چراغانی کردند و 70,000 نفر را جامه‌های نو پوشاندند. به این ترتیب دو شاهزاده از دو ملت با دو آیین پیمان اخوت و عقد برادری بستند، که آن هم فقط بر اثر قدرت عشق بود. و چون سخن به دینجا رسید، باز هم شهرزاد لب از سخن فرو بست، زیرا سلطانش را در حالی که لبخندی از رضایت بر کنج لب داشت به خواب رفته دید. پایان شب 93